نه من مفصل توضیح دادم در مورد معاونت دیپلماسی اقتصادی. ما این معاونت کارش در واقع ایجاد ارتباط هماهنگی و ایجاد تسهیلات برای سازمان‌های اقتصادی کشور، بنگاه‌های دولتی، غیر دولتی، خصوصی با نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و خارج از کشور هست و قرار نیست هیچ وظیفه تصدیگری رو به جای دیگر نهادها و ارگان‌های داخلی به عهده بگیره. و آنچه که من برداشت کردم از سخنان شما، شما در مورد وضعیتی که در مناطق آزاد وجود داره صحبت کردین که این در حیطه در واقع دیگر سازمان‌ها و مؤسسات امور اسلامی ایران هست و ربطی به وزارت امور خارجه نداره. هر آنچه که به ارتباط دستگاه‌های داخلی با خارج از کشور در واقع وجود داشته باشه از وظایف ماست و ما اگر بتوانیم به عنوان به یک عنصر کمک کننده به اون ورود خواهیم کرد و تسهیلات لازم رو فراهم میکنیم. اگر دوستانی چنین برداشتی داشتن که وزارت خارجه در این خصوص باید اقدامی انجام بده، با برداشتی که من از سخنان شما دارم فکر میکنم برداشت درستی نیست و از وظایف وزارت خارجه تلقی نخواهد شد. جناب آقای مولایی، خبر برون مرزی. سلام جناب سفیر، خسته نباشید. با توجه به مواضع کاملا متضاد ایران و فرانسه در امور سوریه، دیدار اخیر نماینده ویژه رئیس جمهوری فرانسه با جناب آقای جابری انصاری، با چه هدفی برگزار شد این دیدار؟ آیا فرانسه میتونه کمکی بکنه به حل مسائل بحران در سوریه؟ فکر میکنم اینجا یک خلط مبحثی وجود داره. اگر اشتباه نکنم سفیر فرانسه در تهران مأموریتش پایان پذیرفته و اخیراً به عنوان نماینده ویژه ریاست جمهوری فرانسه در موضوع سوریه انتخاب شده و در حال انجام دیدارهای خداحافظی خودش با مقامات جمهوری اسلامی ایران است و تصور میکنم این موضوعی که شما اشاره بهش میکنین دیدار سفیر فعلی فرانسه در تهران هست که پس از بازگشت به اینار امسال با توجه به شرایط جهانی، وضعیت تحولات در عرصه بین المللی، وضعیت منطقه همسایگان و شرایط ایران بعد از خروج امریکا از برجام و به هر حال جنگ روانی و تهدیداتی که توسط برخی از قدرت‌ها صورت می‌گیره، فکر می‌کنم این سمینار از یک ویژگی یا ویژگی‌ها و تمایز بیشتری و اهمیت والاتری برخوردار بود. فکر می‌کنم تا فردا باز سمینار ادامه پیدا خواهد کرد. هفته گذشته برنامه‌های اصلی سمینار در واقع به صورت فشرده انجام پذیرفت، علاوه بر حضور سران سه قوا و صحبت و پرسش و پاسخ با آقایون سفرا، مجموعه مدیران وزارت امور خارجه و سفرای محترم به حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیدند که حالا اخبار اونها رو دارین. تعداد زیادی از وزرا در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و دیگر حوزه‌ها در این جلسات حضور داشتند و نیازهای خودشون و دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردند و متقابلاً پرسش‌های سفرای ایران رو هم پاسخ گفتند و بعضی موضوعات با توجه به اهمیتی که داشت به بحث گذاشته شد و جنبندی لازم صورت پذیرفت. در کنار این مجموعه مسائل